بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو و تنم کرد، تازه تر است فصل شکفتنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جبونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یا آشنای ساده و صمیمی، یا آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. احسن، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، یادش به خیر. بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده غروب بود. امشب در سرزمین شعر ما این عهد رو داریم که هر شب از برنامه رو به یک شاعر از شاعران بزرگ این سرزمین تقدیم کنیم. امشب رو هم میخواییم به یک شاعر ارزنده معاصر اهدا کنیم سرزمین شعر رو و این اجرای شبانه رو، و باید حدس بزنیم که با این شروع شاعری که میخواییم امشب در موردش سخن بگیم کیست؟ استاد مؤدب. بله، جا داره امشب رو تقدیم کنیم به شاعر ارجمند روزگارمون، غزل سرای توانا، استاد محمد علی بهمنی عزیز، که ماشاءالله لحظات عاشقانه مردم ما تو سالهای اخیر با ترانه ها و غزل های ایشون گره خورده. بله، جایگاه بهمنی، محمد علی بهمنی در شعر امروز جایگاه متمایز و متفاوتیه. خیلی ها با غزلهاش، با ترانه‌هاش و با زحماتی که برای شعر و موسیقی این زمانه کشیده خاطره ها دارن. استاد کاظمی، دیدگاه شما چیه درباره ایشون؟ من خاطره بسیار نیکی که از شعر محمد علی بهمنی دارم مربوط به او شعری هست که ایشون گفته بودن: با عمر مسنویت با تو زیستم شاعر، و سخت بدرقت را گریستم شاعر. این اخوانیه یه که ایشون برای شما گفتن. بله بله، پاسخ به اون مثنوی معروف شما که پیاده آمده بودم. دقیقا یک هفته بعد از این که این شعر ما در روزنامه اطلاعات در صفحه بشنوازنه ای آقای قزوینی منتشر کردن، در همون صفحه این پاسخیه بسیار زیبا و بسیار عاطفی ایشان پاسخیه چیه؟ ساختم دیگه. حالا بگید وقتی بهاریه داریم پاسخیه هم میتونیم داشته باشیم. به جای بهتر از جوابیه است دیگه. یکی از محلات شمال شهر تهرانه. اگرچه در همه جا آسمان همین رنگ است، قبول میکنم اینجا دل شما تنگ است. به به، استاد قزوه شما چطور؟ بله، استاد بهمنی خیلی جایگاه خوبی در شعر امروز دارن. صمیمیت در غزلهاشون موج میزنه و یکی از سه شاعر بزرگ غزل سرا از ایشون و حسین منزوی و خانم سیمین بهبهانی نام میبرند، سه ضلع غزل در یک دوره از شعر معاصر که خب به هر حال از اون جمع الان فعلا استاد بهمنی رو داریم. خیلی خوب میشد اگه استاد بهمنی هم میامد به این جمع ما. استاد فیض، بله خیلی خوب بود اگر خدمت خودشون بودیم. آقای بهمنی رو ما بیشتر به همون اسلوب شعر کهن میشناسیم، یعنی قواعدی که در شعر کهن باهاش سر و کار داریم و اون رو یه غزل سرا میدونن معمولا. ولی این که تفاوت داره و نسل امروز باش همراهی میکنه کاملا در شعر آقای بهمنی خیلی شاخصه این ماجرا. آقای بهمنی هم شعرهای به اصطلاح گذشته رو
یعنی گذشته اونا رو قبول دارن، شعرها که به اسلوب شعر گذشته شعر میگن، هم شاعرانی که مقداری با فضاهای امروزین آشنا هستن، تجربه های جدیدتر دارن، و این نشون دهنده اینه که به هر حال شعرش اقبال عامه پیدا کرده و اون ویژگی ها رو داره که بتونه با نسل امروز حرف بزنه، با زبان امروز سخن بگه. به هر حال شعرش پر از عاطفه و سرشار از احساس و اینها باشه، به هر حال به این جهت جایگاه ویژه داره ایشون در شعر. شما آرزوتون این بود که ای کاش تو این برنامه سرزمین شعر هم استاد بهمنی هم میبود واقعا. اگر می اومدن واقعا خیلی خوب بود. شاعر شنیدنیست ولی دوست داشتیم ببینیمش. من افتخار دارم دلمونم تنگ شده برای استاد خیلی وقت. حالا من چون یه دوستی و ارادتی از قبل خدمتشون دارم، بذار یه تلاشی بکنم بین ما شما قدیمی تری استاد که خودشون آمدن تلاشی بکنم شاید اومدن. خیلی خوش آمدید استاد. خیر مقدم. خیر مقدم. خیر مقدم. خیلی خوش آمدید. بفهم. خیر مقدم. خیلی خوش آمدید به سرزمین شعر استاد محمد علی بهمنی. گفتم من یه تلاشی بکنم شاید بشه آوردیشون رو. از شما بهار بهار صدا همون صدا بود. علی شنیدم الان. شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی به. صدات میاد اما خودت کجایی کجایی یا ماشاءالله ماشاءالله بجیمتون. خیلی ممنونم از یه پایه که شما خیلی خوش آمدی فداتم. خیلی خوش آمدی. اتفاقا من این شعر رو میخواستم بخونم کاملشو. بخونید استاد الان بخونم. لطف زیباتر. سلام علیکی داشته باشیم اول با شما. اول اینکه خیلی خوش آمدید. قربان شما. و قدم به دیده ما نهادید. استاد محمد علی بهمنی نازنین که برحال همه ما با شعر شما زندگی کردیم و آموختیم شعر گفتن و صمیمیت در غزل رو و البته ترانه هاشون هم که برحال هم زبان زده و هم ورد زبان. اگر از اساتید حاضر بخوایم که شعر درخواستی بخوان از استاد همین خوبه. همین کار همین بهار بهار عالیه. بله بهار کار به یاد ماندنی است. بله با صدای خودتون هم بشنوید و ببینید. برم زنده باشید. بهار بهار صدا همون صدا به صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجا وا بکنیم پنجره ها رو یا نه تازه کنیم خاطره ها رو یا نه بهار اومد لباس نو تنم کرد تازه تر از فصل شکفتنم کرد بهار اومد با یه بغل جوونه عید و آورد از تو کوچه تو خونه حیات ما یه قربیل باغچه ما یه گلدون خونه ما همیشه منتظر یه مهمون بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنای ساده و صمیمی یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و خیال همه بچه ها یادش به خیر بچگی ها چه خوب بود حیف که هنوز صبح نشده غروب آخ که چه زود قلک عیدیامون وقتی شکست باهاش شکست دلام بهار اومد حرفا رو نقطه چین کرد خنده به دل مردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت وا شدن پنجره ها رو دوست داشت بهار اومد پنجره ها رو وا کرد منو با حسی دیگه آشنا کرد یه حرف
یه حرف که از حرفای من کتاب شد، حیف که همش سؤال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود که صبح تا شب دنبال آهنون بود. خیلی زیبا است. خیلی خوب استاد. احسن. زنده باشید. روز و شب دعای من، روز و شب دعای من بوده با خدای من، کس کرم کند حاجتم روا، آنچه مونده از عمر من به جا، گیرد و پس دهد به من دمی مستی کودکانه مرا، شور و حال کودکی بر نگردد دریغا، قیل و قال کودکی بر نگردد دریغا. خیلی درست میشه. خیلی خوب. بله بله. آخ که چه زود قلک ایدیامون وقتی شکست با شکست دل. استاد یه خاطره، در واقع خاطرات شیرینی میدانم که بین شما و زنده یاد فریدون مشیری هم هست. بله. اگر چند کلامی از اون عوالم و از اون روزگار هم برای ما بگید بسیار خوبه. من تعطیل چیز بود که مدارس تعطیل شده بود، تابستون. بله. مادرم منو سپرده بود دست برادرم که منو ببره چاپخانه ای که داره کار میکنه، که آقای مشیری اونجا ریاست شعر رو داشت. منم آقای مشیری رو اسمشو شنیده بودم ولی تا اون موقع ندیده بودم. 9 سالگی بودش. موقعی که رفتم دیدم که اینجا جوی قشنگیه که راه هم میشه رفت و اینها. من گفتم به داداشم که خب من میرم به حیات راه میرم و این صحبت. بنابراین آقای مشیری یکی دو دفعه که اومده بود رفته بود بالا دیده بود که من اینجا دارم قدم میزنم. اومده من گفتش که شما اینجا چرا قدم میزنی؟ گفتم آخه اینا توی چاپخانه سر صدا زیاده، من اینجا قدم میزنم. گفت خیلی خب بیا بریم بالا. متوجه. ما رو برد بالا دفتر خودشونو، گفتش که شما کی هستی؟ گفتم محمد علی بهمنی. یهو دیدم یه تغییری کرد. گفت یه لحظه صبر کن. گفتم چشم. دیدم یه تماسی گرفت با کسی دیگه ای، اینکه خانومش بود. بعدن مادر من آخه اون موقع فرانسه رو درس میداد تو تهران. و خانوم ایشون هم از شاگردان مادرم بود. آره. البته من نمیدونستم، بعدن فهمیدم که اینطوری بود. بعدن آقای مشیری با خانومش صحبت کرده بود که این عزیزی که با شماست مدیرتونه، یعنی چیز مادر منو میگو، اینجاست پسرش. متوجه. گفتش که خیلی خوبه و فلان و اینا. خلاصه اومد به من گفتش پس تو میتونی شعر بگی. نتیجه گرفت. آره. پس تو میتونی شعر بگی. آقای مشیری، گفتم آقای مشیری من آخه شعر رو دوست دارم ولی هنوز نگفتم. گفت ببین یه شعر برای مادر بگو یا برادر بگو یا خواهر بگو، یه شعر تو میتونی بگی. گفتم والا پس ببینم میتونم یا نه، خدا میخوام برای مادرم شعر بگم. نه.
خلاصه چند روزی گذشت و اینا و من دیدم یه شعری رو گفتم. چند سالتون بود؟ 9 سال. 9 سالم بود دیگه. 9 سال. خب. بعدن آقای مشیری هیم یه روزایی گفتی گفتم برم فکر میکنم. خلاصه اونو براش خوندم. گفتش که مادر گفته اینو برات؟ گفتم که نه، من تازه آوردم که اگر ایرادی داره شما اسلام محبت کنید که ایرادش از بین بره، بعدن به مادرم پدرم و اینا. دیدم قبول کرد تندی، گفت خب پس شعر خودت، که این شعر اگر بخواین این تو هم هست من بخونم، حالا در هر شکل. ما اینجا دیگه با آقای مشیری که آشنا شدیم، ایشون دیگه فهمید که مادر منم چیزه، محبت های تمه عمر خودش واقعا بیشترش با من بود. یعنی منو همه جا برد، هیم از مادرم میگفت اجازه بگیر که با من بریم این ور اون ور، و همش هم به من میگفت باید شعر بگی. و تو 11 سالگی به من گفت تو میتونی باید ترانه بگی برای عزیزانی که هست. من گفتم بلا ترانه دیگه نگفتم، اون شعره رو گفتم بودم. گفت میتونی ترانه بگی، من کسانی رو میفرستم پیشت که آهنگسازن، اون آهنگساز رو از شما یه چیزی ساخته مثلا برای اجرا و شما بر روی اون شعر بگید، رو ملودی اگر گفتی. استاد یه سوال دیگه به عنوان آخرین سوال، من از شما در جایی در اردوی آفتابگردان‌ها شنیدم که شما اون آن حقیقی شعر رو در 63 سالگی در یک اتفاقی کشف کردید. بعد از سالها شاعری و شعر گفتن، استاد می‌فرمودن که من اون آن واقعی شعر رو که شعر چگونه می‌جوشه از دل و انگار از آسمان مثل باران نازل میشه بر دفتر شاعر، در یک لحظه خاصی به روشنایی رسیدن میشه گفت. بله، حالا از زبان خودشون شنیدن داره به روشنایی رسیدن. نمیده اینو بگم، رفتیم مشهد، خب همه جایی هم برای ما گرفته بودن و این صحبت ها که چیز کنیم. منو ساعت های نیمه شب بود، خانومم همسرت گفتش که بس بریم زیارت. گفتم باشه. رفتیم دیدیم خب حیات سرد بود، البته اون رو اون وقت ها. بعدن رفتیم دیدیم که اصلا خب هیچکی نیست توی حیات. بعدن گفتیم که چطور اینجا هیچکی نیست. خلاصه خانوم ها هم بعد میرفتن از یه طرف دیگه، منم رفتم اونجا بالا، دیدم واو اینقدر قلقله است که من اصلا نمیتونم برم تو همه اونطوری واسطه دور چیز ظریف و اینا. همینطوری که اونجا بودم گفتم که خب من که نمیتونم برم اینها، همینطوری یه چیزی بگم و اینا، همینطوری ذهنم و اینطوری کردم. و بعدا دیدم که خب نه مداد دارم نه چیزی. خلاصه اومدم بیرون، البته که اگر چیز میاد بیرون باش برم خونه، برم جایی که هستیم. یه همینطوری که اومدم بیرون دیدم که یهوش اصلا ذهن من هی داره شعر میاد توش. هی گفتم تا یه وقتی هم دیدم خانومم هم داره میاد. این بود که تندی رفتم یه گوشه که نیاد پیش من، بریم مثلا به من برسه و بریم بیرون اینا. من که رفتم اون فکر کرد من حالا یه مشکل دیگه ای دارم که دارم تونتون میرم. ولی تا رفتم خونه یه چند تایی بیتی شعر گفته بودم تو ذهنم،
اونجا که رفتم یهو تندی مداد و اینا رو برداشتم برای نوشتن، خانومت با تو فهمید که چه خبره، که بعدن این اون شعر رو برای که خیلی هم یه درم بلنده اونو دیگه همونجا ما این شعر رو گفتیم و همونجا همون شرمنده هم که همت آهو نداشتم نداشتم اینه همونجا هم خوندیم. بسیار عالی استاد، بسیار عالی. و اون ادراکتون این بود که آن حقیقی شعر رو اونجا ادراک کردید، درسته؟ آره واقعا من آخه تا اونجا اون وقت هم هیچ وقت همچین حالتی نداشتم اصلا، واقعا به خاطر همین بود که بعدن تازه یه چند وقتی که گذشته بود باز از همونجا زنگ زدن و ما که اون شعری رو که اجرا کردی برای ما بخون بفرست. خونده خون بخون بفرست. گفتم من که اونجا خوندم دیگه چرا گفتن نه حتما این کارو بکن که من نمیدونستم برای چی میخوان. خب من گفتم چی، خوندم و دیدم یهو یه چند روز بعدش دوباره گفتن که اینو ما زدیم به دو جای به دیوارهای حرم. خیلی عالی، سعادتیه. استاد صادق نژاد، استاد صادق نژاد آهنگش رو ساختن، استاد فردین همیشه رو آره هم اجرا تنظیم فرمودن و بندم بله شما خوندید. بله خوندم. شما خوندید این شعر رو؟ بله بله. بابا ایشون اینقدر محبت کرده به ما که آقا قربتون برم استاد عزیزم، زبانمون یه ذره راه افتاد. قربتون برم، فداتون بشم. استاد بهمنی میگن هر چند شنیدنی است شاعر، اما تنها شاعر که در جهان دیدنی است استاد بزرگی است که ما معتقدیم استاد محمد علی بهمنی است. خواهش میکنم. درود بر شما. بله در این قاب زیبا که دو استاد از سرزمین شعر و موسیقی هستند، خیلی قاب زیبایی و بیاد موندنی. از طرف برنامه سرزمین شعر میخوایم یک هدیه، یک تندیس این برنامه رو به دست استاد کاظمی عزیز تقدیم بکنیم به استاد محمد علی بهمنی. بفرمایید. خیلی ممنون، محبت دارم. گاهی دلم برای خودم تنگ می شود. اولین مجموعه شعر استاد بهمنی که بنده اون رو تهیه کردم با چه زحمتی در تهران از یک کتاب فروشی. اون روز فکر میکردی یه روز در سرزمین شعر تندیس اهدا کنید به استاد بهمنی؟ دیدار استاد برای ما کل آرزو بود و این تندیس اهدا کردن که چه؟ قربونتون برم، زنده باشید. در قسمت قبل دیدیم که آناهیتا آبیکی از گروه فریبا یوسفی، علیرضا نورعلی پور از گروه محمود حبیبی کسبی، محمد حسین نجفی از گروه علی داوودی و فاطمه اصغری از گروه افسانه قیاسوند به رقابت آمدند و گفتند و شنیدند و آناهیتا آقابیگی و علیرضا نورعلی پور به مرحله بعد راه پیدا کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. مشاهدین الکرام، اعزای المشاهدین، السلام علیکم. تو جست گرفته ای پشت این تریبون و روحت فرسنگ ها دور گلبازی می کند. به نظرم برگ زرینی به تاریخ ادبیات فارسی اضافه شد. آه عجب سنگین بود. مشخصه شعرشون هم استحکامه. علیرضا من نمیتونم واقعیتشه. خب اینجا دوستان لطف کردن قرص دادن تازه خورده. میتونم نماینده شعر نو در این دوره رقابت ها خیلی به آدم ها نزدیک میشه، خیلی خوب در واقع رفتارشون رو زیر نظر داره. درختی که آدمی است یا آدمی که درخت است. این شعر از ذهنیت نمیاد، از گزارش عینیت میاد که صورت سمبولیک و زبان شاعرانه پیدا کرده. چقدر سخت بود. غمگینم.
مثل لاک پشتی در آکواریوم گریه میکنم و کسی نمیفهمد. زمانی که جناب استاد افتخاری میخواندن اونجا هم نزدیک بود گریه کنم، ولی خودم من نگه داشتم به سختی. الان میتونی گریه در مورد توتی من قطعا نمیگم، چون توتیه، توتی ها فقط تقلید میکنن. یعنی ما 85 میلیون کارشناس در سه حوزه داریم. به به، نماینده مردم هرمزگان و مردم خونگرم در شعر. در شعر، در شعر دیگه. بله، نه در مجلس که نیستن، در شعر. میکروفون من از باید بگیری جلو من. چرا؟ مهم نیست پشت صحنه. میگه آکواریوم گیر نمیاره، وگرنه لاک پشت غمگینیه. محمد زارعی و بچی، ما منتظریم صحنه رو بهتره کنی، با دلبریات به آتیش بکشی یک بار دیگر. من این همه نیستم، ولی با همه یه هیچ هم در خدمتون هستم. امیدوارم این لاک پشت غمگین به ساحل برید. دل به یک دست تو دادم، سر به دست دیگرت. زیر سر بگذار دل، یا زیر پا بگذار سر. یه تصنیفی بود استاد شجریان خونده بود، همراه شو عزیز. سالها کسی نمیدونست شاعرش کیه، که بعدها معلوم شد که پرویز مشکاتیان این تصنیف رو ساخته و شعر رو گفته. من فقط میخوام تکرار کنم با صدای این بزرگواران، همراه شو عزیز. همراه اول، حامی سرزمین شعر، حامی قند پارسی، با ما همراه باشید. بله، یک بار همه ای عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل بکند مسئله ها را. خوش گذشت گپ و گفتمون با استاد محمد علی بهمنی و حالا شاعران جوان سرزمین شعر در این رقابت حساس میخوان باز هم برای ما شعر بخوانند. دعوت میکنم از نخستین شرکت کننده امشب، شاعری از دیار افغانستان، سرکار خانم. قبلش هم بگم از چه گروهیه، از چه گروهی هنیشون؟ گروه آقای امینی. بله، از گروه دکتر اسماعیل امینی. سرکار خانم، مهتاب ساحل رو به سرزمین شعر دعوت میکنم. مهتاب ساحل از شهر غزنی هستند در کشور همسایه ما افغانستان، که حدود 2 سالی الان مقیم ایران شدن و با اینکه خب سن و سال چندانی ندارن، شاعر بسیار پخته و با تجربه بسیار باسوادی هستند. این برنامه فرصت خوبی بود که با دوستان شاعر ایرانی بیشتر آشنا شویم و خود من هم شعر بخونم، با دوستان بیشتر تعامل داشته باشم. فرصت خوبی بود. حالا حذف شدن یا جلو رفتن خیلی مطرح نیست، مهم همون آشنایی بیشتر بود که ایجاد شد. زنده باشید، آرزو موفقیت دارم براتون. مهتاب ساحل، 3043. یا علی بدر، خوش آمدید. سرکار خانم ساحل از سرزمین افغانستان، سلامت باشید. عرض سلام و ارادت دارم حضور استادان ارجمند، جناب استاد کاظمی، جناب استاد مؤدب، استاد قزوه، استاد فیض و استاد. هموطنان شما در افغانستان هم میتونن در نظر سنجی ما شرکت کنند و رأی بدن. استاد کاظمی، خوب از چه طریقی روش ارتباط رو میگین آقای سیار؟ بله، از طریق ایمیل یا پست الکترونیک، حالا به قولی از طریق فضای مجازی برنامه. اونایی هم که در ایران زندگی میکنن که خب باید از طریق پیامک برنامه میتونن پیام بدن به ما و این کار. چه جالب، اتفاقا پس از همین روش‌های دیگه بوده که یکی از دوستان شاعر ما از هلند گفت من شعر فرستادم، متعجب کردم که خب او سیم کارت ایرانی که نداره چطور فرستاده. پس اون روش‌های دیگه وجود داره. بله بله، همه فارسی زبانان از هر جای کره زمین، حتی اگر فضا هم رفته باشن، میتونن دود هم میتونن، آتیش هم میتونن روشن کنن، دود کنه ما بفهم. بسیار عالی. بشنویم شعر سرکار خانم مهتاب ساحل رو.
بله. میگه بستر خارزار من کابل، قلب پر انفجار من کابل، گریه و میز کار من کابل، جای خالی یار من کابل. تو خرابات و سازها رفته، از برت سر و نازها رفته، مثل آغوش سرد من خسته، شهر بی شهریار من کابل. فصل کوچ از سلانه ها خالی، باغ ها از ترانه ها خالی، خفقان از تجاده ها خالی، وطن بی بهار من کابل. سینه ات را ستم تراشیده، صورتت را اسید پاشیده، شوکت شانه هات پا بر جاست، دختر هم تبار من کابل. مثل آینه ای به دیوارت، میخکوبم نموده می لرزی، گریه داری که سخت و ایرانم، زن هم روزگار من کابل. کوههای صبور و سنگینت میبرند آهوان چشمم را، بر سر شانه های مغرور دلبر با وقار من کابل. خیلی خوب، بسیار خوب، آفرین. استاد کاظمی با شما شروع کنیم. میگه خانم ساحل که تو خرابات و سازها رفته، از برت سر و نازها رفته. شاید این یک بیان ساده به نظر برسه که خب خرابات و سازها رفته، ولی وقتی که ما اطلاع داشته باشیم که در کابل کوچه ای بود به نام کوچه خرابات در قدیم، که محل حلقه های صوفیانه و عرفانی و اینا بود، به همین دلیلم اون کوچه به نام کوچه خرابات شناخته میشد و هنرمندان موسیقی کلاسیک افغانستان عمدتاً در این کوچه ساکن بودن. یعنی گذر خرابات محل زندگی خیلی از این هنرمندان بود، از جمله استاد محمد حسین سراهنگ. و وقتی که استاد سراهنگ فوت میکرد، وصیت کرده بود که جنازش رو ببرن از کوی خرابات گذر بدن، سه بار به زمین بگذارن و بلند کنن و بعد ببرن دفن بکنن. استاد مؤدب، من چون تخصصی به افغانستان علاقه‌مندم، دنبال میکنم بعضی صفحاتی که تصاویر متمایزی از افغانستان میدن، شادی کودکان، مناظر سرسبزش و یا آبادانی ها. بینید روایتی که ما انتخاب میکنیم تصویری میشه از هویت ما و به هر حال ما رو اینجوری میشناسن. یه بخشی از ادبیات افغانستان باید این در دل این وضعیت بسیار دشوار متولی این باشه که اون تصویر خراب نشه. شکوه سیمای افغانستان هنوز که هنوزه به طور جدی سرزمین با شکوهی است. من دیدم دیگه تصاویر خیلی زیبایی است. ولی تصاویری که در شعرهای دوستان افغانستانی، شعر غلبش با حال عاطفی درون ماست و نمایندگی همه واقعیت رو نمی‌کنه. این به هر حال یه دردی است که خود هنرمندان و صاحب مثل همین خود ایران. ما تصویری که تو شعرمون از تهران و شهرهای خودمون هم هست، یه تصویر معمولاً چرک و آلوده، حتی در سینمای ما. یعنی تصویری که از همین ایران در سینمای ایران هست با خود ایران خیلی فاصله خود داره. خود تهران در شعر همه عصر ما، تهران مدام تصویر سیاهی ازش داره، در حالی که شهری پر از زندگیه. ما پارسال پیرارسال یک آلبومی کار کردیم، تهران جان، و حواس من فقط به این بود که تهران رو، اون چیزایی شد، زیبایی‌هاش رو ببینم، نعمت تهران رو ببینم، اون زیبایی‌هاش. در حال بسیار خوب استاد غزوه، حالا افغانستان اینو بیشتر نیاز داره، مردمش، چون این غرور و شوکتشون رو هم ببینن در این حال که دردشون گفته میشه. یه گوینده رادیویی یه بار یه جمله قشنگی گفت، سر صبح بود و ترافیک، و اون ترافیک وحشتناک هفته صبح تهران، گفت که دارید از ترافیک رنج میکشید، میدونم، ولی این نشان زندگی و حیات در این شهر که به هر حال مردم دارن میرن سر کار، کار و زندگی و بازار. درسته که این گره ها باید رفع بشه، ولی خود این نمادی از زندگیه به هر حال. استاد قزوینی، نگاه ما تا. بله، من به این شعر از 10 نمره 8 دادم. بذار بگم که بدونن بر چه شیوهی انتخاب میشن دوستان.
نمره از 10 و من اکثر این دوستان رو نمره زیر 7 ندادم از بس خوبن شعراشون. این شعر با ردیف من کابل، پر انفجار من یار من کابل، میتونستی به جای من کابل بذاری کابل جان، یعنی همه جواب میده. و جالب اینه که نکته‌ای که من میخواستم بگم و اینجا نوشته بودم آقای مؤدب گفت، دقیقاً چیزی که هست مردم افغانستان، مردم مخصوصاً تاجیکستان باز یه فضای نوستالژیکی نسبت به پایتختشون و شهرهاشون دارن و خیلی با عشق و علاقه کابل جان میگن. مثلا دوشنبه رو یه قالب شعر براش دارن. ولی ما برای تهران که واقعاً از جهت زیبایی خیلی تهران زیباست و خیلی فضاهای زنده داره، بله، حسای نوستالژیکش هم واقعا قویه، ولی چرا نمیدونم مردم ما، شاعران ما نسبت به تهران نگاهشون صمیمیتر از این باید باشه؟ نیست، یه موجی شروع شده. حالا استاد مؤدب تهران جان رو گفتن، خیلی خوبه، خیلی خوبه. استاد فیض، بله، یک شاعر مهاجر و بسیار قابلی از سرزمین شعر شناسان کابلی، البته با اختیارات، دریا به نور شعر شما شد پر از فروغ، بیهوده نیست که مهتاب ساحلی. اینم اعتقاد به بیوزنی بوده؟ بله بله، همه اینا صنایه، صنایه، اعتقاد به بیوزنی، از صنعت اعتقاد به بیوزنی، بله، عدم اعتزام به وزن، یاد اون لذیذ به خیر، همه اینا یادتون باشه. مصرع دوم هم از اختیارات تام شاعری کابلو، ولی اسم قابلی رو هم آورده بودن پلو، قابلی، قابلی پلو. ما شعر زیاد شنیدیم راجع به وطن، وطن رو به مادر تشبیه میکنن، حالا به مثلا زادگاه، پناه، نمیدونم هر چی، خیلی چیزایی که دوست داشتن آدم رو نشون میده تشبیه شده، ولی کمتر جای وطن رو به معشوق تشبیه میکنن، کابل جان میگن. بعد شما هم گفتی دلبر با وقار من کابل، بله. و این یه نگاه دیگه است به وطن که به نظر من متفاوت از اون چیزی که معمولا میشنویم. و غیر از این که شما توصیف به اصطلاح کابل رو میکنیم، ما همه این ماجراهایی که سر کابل آمده رو اینجا به اختصار میبینیم، اصلا شروعش قلب پر انفجار من شهر بی شهریا کابل و خرابات و سازها، شهر بی شهریا، وطن بی بهار، سخت ویران، همه اینا دقیقا زبان حال شماست برای شهرتون. یعنی یه نوع هم مرثیه است، مرثیه که کنارش عشق و دوست داشتن و همه اینا رو هم میبینیم کنار همدیگه، این جمع اینا خیلی زیبا شد. بسیار خوب. و استاد افتخاری نازنین. بله، چشم. بستر خارزار من کابل، قلب پر انفجار من کابل، گریه و نیز کار من کابل، جای خالی یار من کابل، کابل. تو خرابات و سازها رفته، از برد سر به نازها رفته، مثل آغوش سرد من خسته، شهر بی شهر یار من کابل، شهر بی شهر یار من کابل. فصل کوچه است و لاله ها خالی، باغ ها از ترانه ها خالی، خفقان است و جاده ها خالی، وطن بی بهار من کابل، وطن بی بهار من کابل. احسنت احسنت، خیلی خوب، خیلی همراهی میکنیم خانم ساحل رو و خواهیم دید شما رو در انتهای این برنامه. خب، تشریف آوردن خانم مهتاب ساحل، بفرمایید رو به بینندگان ما. استاد چطور بود شعر؟ عالی بود، هم شعر عالی بود، هم اجراشون عالی بود، هم استقبالی که داورا کردن، به نظرم برگ زرینی به تاریخ ادبیات فارسی اضافه شد. عجب سنگین بود. خب نظر خود؟ حس خوبی بود، مخصوصا زمانی که خب شعر کابل وقتی نوشتم خیلی دلی بود. این شعر یک از شعرهای بود که مثل بغض انفجار شده میماند، ولی زمانی که جناب استاد
افتخاری میخواندن. اونجا هم نزدیک بود گریه کنم ولی خودم نگه داشتم به سختی. مهتاب ساحل 30043. متشکرم از حضورت. و بریم سراغ شاعر بعدی از گروه جناب آقای محمود حبیبی کسبی. دعوت میکنم از شاعری از دلیجان جناب آقای محمد زارعی که مهمان سرزمین شعر بشه. قسمت آقای زارعی رو در خدمتشون هستیم. آقا محمد زارعی که اهل دلیجان هستن و خب شاعر خیلی مطرحی آقای زارعی دیگه، مخصوصا در این یکی دو دهه اخیر ایشون شاعر بسیار خوبی هستن و شاعری هستن که در این کنگره ها و جشنواره های ادبی خیلی رتبه آوردن، اسمشون رو شنیدیم و مشخصه شعرشون هم استحکامه، چون بیشتر قصیده میگن، مخصوصا در مضامین آیینی و اهل بیتی آثار قابل تأمل و لذت بردنی و صفا کردنی داره که امشب هم انشالله یکی از همین قصیده هاشون رو میشنویم. مخلصیم. معرفی کامل و جامعی بود دیگه، بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. با سلام و ارادت و احترام و تشکر ویژه از جناب آقای کسبی استاد بزرگوارم، هرچه که فرموندند لطف ایشون بود، محبت ایشون بود. من به قول حضرت مولانا من این همه نیستم ولی با همه هیچ هم در خدمتتون هستم. بینندگان عزیز، اگر شعرخوانی آقا محمد زارعی رو پسندیدید به 30043 نام محمد زارعی رو پیامک کنید. ما بیش از 1000 اثر به برنامه ما ارسال شده آقای حبیبی و باور نکردنیه. سلام علیکم. سلام مجموعه اساتید محترم. خیلی خوش آمدید آقا محمد. استاد عزیز مقدم قربونت برم. آقا محمد زارعی دلیجان را سلامی از دل و جان. زنده باشید. سلامی از دل و جان بر دلیجان. دلیجان رو شعر من آقای فیض گفتم. چی؟ گفتم دلیجان را سلامی از دل و جان، سلامی از دل و جان بر دلیجان. دلیجان. صنعت چی داشت؟ صنعت دلیجان. قلب. دل و جان. صنعت دلیجان. صنعت داشته باشه. صنعت خاصی نداشته. تکرارهای بی مورد. از صنعت اتصال دو کلمه با یک حرف یا. احسنت. صنعت عدم التزام به صنعت. ولی اون بهش میگه واو تو ایران. شما میگی یا؟ به او ما میگیم واف. خیلی خوب بخونیم. یه اونجا درسته. بله دلیجان. آره خب حالا میتونید تو سردر ورودی دلیجان اینو حتما بگید نصب کنن. با افتخار. بفرمایید. بله. با نام و یاد خدا غزلی تقدیم میکنم به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. خیلی انشاءالله که به درگاه خدا مقبول افتد. خم نخواهد کرد، خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر، آن که بالا می برد با نیت دیدار سر. هر زمان یک جور باید عشق را ابراز کرد، چون تو که هر بار دل می دادی و این بار سر. عشق آری عشق وقتی سر بگیرد می رود بر سر دروازه ها سر، بر سر بازار سر.
ای شکوه راستین، نگذار بر دیوار دست، تا جهان نگذارد از دست تو بر دیوار سر. کاشف الاسرار میخواهد گره گیسوی عشق، خوش به هم پیچیده است این رشته بسیار سر. لیلة القدر است این افتاده در گودال ماه، مطلع الفجر است این برکرده از نیزار سر. حاصل مرگ گل سرخ است عطر ماندگار، پس چه غم وقتی که از گل می برد عطار سر. شمع بی سر زنده می ماند که من باور کنم، روی دوش مرد گاهی می شود سربار سر. خیلی خوب. مست می گردد، مست می گردد که بر دور سرت گردد فلک، غافل از این که نمی گنجد در این دستار سر. جای دارد صبح بگذارند نام شام را، چون که دیگر می شود خورشید شام تار سر. چون طلب کرده است، چون طلب کرده است از اهل وفا دلدار دل، در طبق با عشق اهدا می کند سردار سر. دل به یک دست تو دادم، سر به دست دیگرت. دل به یک دست تو دادم، سر به دست دیگرت. زیر سر بگذار دل، یا زیر پا بگذار سر. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. مست ها، مست ها این گونه از میخانه بیرون میزنند، از آتش لبریز لب، از بادگی سرشار سر. زندگی یعنی عبادت، زندگی یعنی نماز، مرگ یعنی و سلام از سجدت بردار سر. خیلی خوب. عالی. آسمان، آسمان از ماه بالاتر، نبر خورشید را، نیزه را پایین بیاور، نیست یار از یار سر. خیلی خوب. خوب. استاد فیض. بله. همینطور. این شعرها که به هر حال ردیفای اینطوری داره که میشه با این ردیف یه مقدار بازی کرد، به معانی مختلف سر رو آورد. مثل اون شعری که مثلا ردیف دست داره از آقای زهرای نصرآباد، شنیدیم زیاد درباره حضرت ابوالفضل علیه السلام. اونجا هم مثلا میبینیم که دست یه جا معنی دست داره، یه جا دست دادن داره، یه جا از دست مثلا رفتن، یه جا مثلا این اتفاق دست نمیدهد اینطور. و شعر خیلی تنوع این معناش باعث شده که از ظرفیت بسا ردیف خوب استفاده بشه. اینجا هم یه چند مورد اینجوری داشتیم که اون ما رو تا آخر هی با یه معنای سر نمیبره شعر جلو، و خوب بود به نظر من. خیلی شعر حرفه‌ای و سختی دشوار، موضوعش هم موضوع شیری نیست، بالاخره موضوعی که در مقام حضرت سید الشهدا علیه السلام و معمولا به توصیف معمولی خیلی جا میپردازن، ولی اینجا این اتفاق نیفتاده. گاهی جا مضامین تر و تازه تر میبینیم و خود این باعث شده که شعر یه جایگاه ویژه پیدا کنه. ولی نمیدونم چرا من تو ذوق خودم رفت که اونجا مثلا به جای کاشف الاسرار میخواهد گره گیسوی عشق، به جای اون بگیم چون مثل ابدی هم داریم به هم پیچیده،
ما میگیم پیچ و خم، ما میگیم معمولا پیچ و خم. مثلا میشد بگیم کاشف الاسرار میخواهد خمگی سوی عشق، قشنگتر میشد. حالا ممکن شما بگید گره هم قشنگه، ولی میگم چیزی اضافه نمیکنه به این شعرها، ذوقیه این. یه بسیار خوب استاد غزوه، دستان درد نکنه. به هر حال شعر بسیار خوبی بود، از یک غزل به هر حال پروپیمان حکایت میکنه این کار شما. یه جایی دارید، پس چه غم وقتی که از گل میبره در تار سر، بعد شمع بی سر زنده میماند، که ما باور کنیم، که من باور کنم. بله. اگر ما بیارید میماند، که ما باور کنیم، هم موسیقیش بهتر میشه، همین که به هر حال عام‌تر میشه، عام‌تر میشه و با جمع. یه نکته اینه. یه نکته دیگه هم بحث مراعات و نظیر بود و پایه‌های یک میز، هرچی این تعداد بیشتر باشه و تو ذوق نزنه بهتره. بله. و اینجا تو ذوق هم نزده و تعدادش 7 پایه است. بله. یعنی 7 مراعات و نظیره که 3 تاش فقط سره، 2 تاش دله. زیر سر بگذار دل، یا زیر پا بگذار سر. خیلی دل به یک دست تو دادم، سر به دست دیگرت. دل، دست، سر، دست، سر، دل، پا، سر. اینا 7 تا مراعات و نظیره. اینا هر چی به هر حال یه میزی که پایه های زیادی داره، یعنی استحکام بیشتری داره و محکمتر میشه روش نشست و تعادلش همیشه حفظه نظره. و تعادل بیت حفظ میکنه این مراعات نظیرهای زیاد، ولی به شرطی که زوری نباشه. به قول معروف نچپندی باشی اونجور نشده. این خیلی خوب و راحت آمده و 7 تاست. استاد مؤدب خیلی خوب لذت بردیم. من یه بیتشو میخونم که مست ها این گونه از میخانه بیرون میزنند، از آتش لبریز لب، از بادگی سرشار سر. این تناقض و تضاد بین آتش لب و بادگی سر قشنگ، خیلی دوست داشتنیم. و استاد کاظمی نازنین، معمو بیتی که آقای قزوه اشاره کردن و که فکر میکنم یکی از بهترین بیت های این غزل باشه، به یک نکته دیگر دارم این بیت اشاره میکنم که جالبه، و او این که میگه زیر سر بگذار دل، یعنی یک بار میگه زیر سر بگذار، باز یک بار دیگه میگه زیر پا بگذار سر. یعنی سر یک بار انگار بر رو قرار میگیره، یک بار سر معشوقه. آره، که در واقع دلشو میگه بذار زیر سر خودت و راحت باش. یه بار سر عاشقه، میگه سر منو زیر پای خودت بگذار. این خیلی بازی جالبی شده بود در کار. من یادم آورد از اون مصرعی از بیدل که هم همینطور یک جایگزینی کرده، بازی جالبی کرده. میگه چشم مستش عین ناز، ابروی مشکین ناز ماز. این چه طوفان است یارب، ناز بر بالای ناز. ناز بر بالای ناز. خیلی خوب. منم این بیت رو اشاره کنم که لیلة القدر است این افتاده در گودال، ماه مطلع الفجر است این برکرده از نیزار سر. یعنی این لیلة القدر این بر مطلع الفجر است، است این افتاده برکرده، کاملا تضاد و چیز داره، تناقض داره. در گودال از نیزار، ماه سر. خیلی ترسیع، یعنی موازنه بسیار زیبایی و قرینه سازی قشنگی. یعنی باور میکنه ای سیار مزیر این بیت هم خط کشیده بودم به عنوان یک گزینه که از بیت های خیلی خوب بود. و این جالبه، یعنی این توافق نظری که آدم ها دارن در بیت های خوب. بله. یک بیت خوب میبینی چند نفر واقعا درگیر میکنه با اون. بله. و شما به این اشاره کردید. بله. خب استاد افتخاری. بله. خیلی محبت. استاد افتخاری. زنده جاوید کیست، کیست، کیست؟ بح. بح. چه انتخاب. کشته شمشیر دوست. زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست؟ کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، گر به شکافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست، زمزمه دوست دوست. عاشق وارسته را با سر و سامان چه کار، قصه ناموس و عشق
صحبت سنگ و سبوست، عاشق دیدار دوست اوست، که همچون حسین 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 زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست، حسین حسین زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست. خدا به نفستون برکت بده ان شاءالله. بسیار خوب استاد، لذت بردیم. شما رو در پایان این رقابت هم خواهیم دید. ببینید رای داورم. ممنون از محبت شما. خیلی محبت کردید. یا حافظ یا حافظ. تشریف آوردن. آقا اول یه دست بده با استاد خودت. من شاهد این. خیلی عالی آقا، قربون خیلی خوب. خیلی غزل قصیده عاشورایی خوبی بود. قبلا هم گفتم، بازم تکرار میکنم که داورها هم اشاره کردن که ببینید در هر بیت واقعا ردیف سره، ولی هر سر با سر قبلی و سر بعدی فرق داره. یعنی سر در هر بیت تقریبا به یک معنای متفاوت اومده. شاعر بسنده نکرده به اینکه سر رو در همون یک معنای سر به عنوان عضوی از بدن در همه ابیات بیاره. یه جا زیر سر گذاشتنه، یه جا سر دادن به معنی آواز خواندنه، یه جا سر به معنای سر. هر جا یک استفاده ای از سر شاعر کرده و این توانمندی و احاطه شاعر بر مضامین شعر فارسی رو میرسونه. در مجموع غزل قصیده خیلی خوب بود. لذت بردیم. آی زاره رو به دوربین با بینندگان عزیز. خدا رو شاکرم به خاطر این غزل، چون که یکی از ویژگی های نهفته این غزل اینه که من سالها پیش در دقیقا ظهر یک عاشورایی نوشتم و روزی بود که نمیتونستم در مراسم عزاداری شرکت کنم و دلم سوخت و خود امام حسین فکر کنم این غزل به ام دادم و ممنون و مدیون و سپاسگزار. 3043 محمد زارعی، امیدوارم مرحله بعدی ببینمت. یا علی مدد، خدا قربانجه باشه، زنده باشی، خدا نگهدار. خب دعوت میکنم از شاعر سوم این رقابت دوستانه عاشقانه و شاعرانه، شاعری از شهر کاشان از گروه سرکار خانم فریبا یوسفی، جناب آقای علیرضا رجب علیزاده کاشانی. صبرانه منتظریم شعرخوانی علیرضا رجب علیزاده کاشانی رو بشنویم. نظر شما؟ بله، منم همینطور. یه شعر خیلی خوب قراره امشب بخونم برای بینندگان عزیز و برم به مرحله بعد. علیرضا، من نمیتونم واقعیتش درباره آنچه که دیگران انتظار برآورده شدنش رو دارن زودتر از حد موعد موقع مقرر قضاوتی داشته باشم، ولی امیدوارم که آنچه که مقدره به شکل احسن اتفاق بیفته. ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته به شکل احسنش. به قول خودت که ما شاهد شعرخوانی خوبی باشیم در سرزمین شعر و من که مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد، چون شعرهای شما رو خوندم و سال هاست که میشناسمت و شعرات رو آشنایی دارم باهاش. 3043 علیرضا رجب علیزاده کاشانی، اگر پسندیدید شعرخوانی ایشون رو، نامشون رو پیامک کنید به برنامه سرزمین شعر. خانم دکتر با اجازه من همراهی کنم ایشون رو برای اجرای برنامه. با اجازه، خداحافظ. خیلی خوش آمدید آقا علیرضا. درود بیکران. درود بیکران. عرض ادب و احترام. من دکاشم. ببینم ما قفس هر بار مردم گوشه ای جا داشت بازرگان. آفرین. اگر این تنگ چشمی های تو
تاب تماشا داشت. بازرگان میان حجره و باغ این قفس در خود مرا آنقدر گم کرده است که باور کردم این قصه از آغاز تنها داشت بازرگان. سرم را بند این تاب متلا کرد و ظرفی آبودان، اما قفس دنیاست، در آیینش پایین و بالا داشت. بازرگان رهایم خواست، گاه از جامه نقالی و گاه از پر پرواز. دریغا تا کدام از این رهایی ها دریغا داشت. بازرگان اگر با هر پرم چیزی بجز آمیزه رنگ است و بیاری، چرا مثل قفس چشمی پی این زشت و زیبا داشت بازرگان؟ من در باغ اندوه قفس بیتاب هم بالان هم بالین، چه میداند که سر بر بالش خوابش چه رویا داشت بازرگان؟ فقط کافی است قدری خیره میماندی در او، یعنی ته چشمش به قدر چشمهایت سرخ جفتی توتی آیا داشت بازرگان؟ دوتا توتی به رنگ روزگارم، این یک از موج، آن یک از طوفان. گمانم جای توتی در قفس یک عمر دریا داشت بازرگان. قفس از من پری اندازه عمری پریدن را گرفت، اما خودش هم در پس پرهایش از پرواز پروا داشت بازرگان. قفس، آری قفس، شاید همین باید صدایش کرد توتی جان، ولی گوش و ولی چشم و ولی دست و ولی پا داشت بازرگان. قفس توتی، قفس توتی، قفس توتی، قفس توتی، قفس توتی، چه پژواک غریبی با خودش انگار نجوا داشت بازرگ. خیلی خوب بود استاد. قضیه فیلم نام شعر بود. بله، شعر به هر حال پیچیده است و مخصوصا آخرش که قفس توتی، قفس توتی، این پژواکی است که بازرگان داره میگه، نه توتی، همیشه توتیه بله. که حرف میزنه. پریشان غزل هم بود؟ نه، پریشان نبود. به نظر من سبک گفتاری اخوان در یه بیتایی خیلی خودشو نشون میداد. من در باغ اندوه قفس بی تاب هم بالا نه هم بالین، چه میداند که سر بر بابلش خوابش چه رویا داشت بازرگان. سبک گفتاری اخوان اینجا به قول معروف زده بیرون. یا اینجا آری قفس، آری قفس، شاید همین باید صدایش کرد توتی جان. این سبکای گفتاری اخوانه. اصلا من نمیخوام بگم که بگو یا نگو، ولی اگر این راه تو پیدا کردی و داری غزل میگی، غزلهای نیمایی بگو، فضاهای نیمایی داره و نترس، افائیل رو هم کم و زیاد کن. یعنی یه جایی برو به قول معروف که مثنوی غزل میگن، غزل شما نیمایی هم غزل نیمایی بگو. غزل نیمایی وقتی است که شما دیگه اعتنا به افائیل مثلا چیز نکنی، که الان این در چه وزنی بود، مفائیل و مفائیل و مفائیل و مفائیل، شما مثلا همون بر وزن مفائیل، مفائیل و مفائیل، مفائیل و مفائیل و مفائیل، مفائیل و مفائیل، مفائیل. یعنی این سبکا رو دوتایی، ستایی، چهارتایی، یکی، اینها رو هم بری و یه ساختار نیمایی هم ازش درست کنی. اون موقع قالب پریشان باز نمیشه، قالب پریشان یه چیز دیگه است. ای بابا استاد. اون دقیقا میشه قالب غزل نیمایی. غزل نیمایی با فرم این رو تمرین چیز نکرد. یکی از دوستان رو نمیخوام اسمشو ببرم تو این فضا یه چند تا کار کرده بود. خیلی خوب. پس پریشان چطوریه؟ قالب پریشان این الان مثلا بازرگان تکرار میشه، خوب. اون یه دفعه یه چیز دیگه میشه، ردیفم عوض میکنه، قافیه هم عوض میکنه، دیگه وزن رو عوض نمیکنه، تو همون وزن میمونه، خیلی. بعد باز میتونه بره تو نیمایی. استاد کاظمی. بله، من برای که آقای مؤدب رو خلع صلاح بکنم
از رو دستشون نگاه کردین؟ نه نه نه، ما چون وقتی که شعری هست میخوایم آقای فیض رو خلاص صلاح کنیم از ردیفش ردیف میگیم، بله بله. آقای قزوه رو میخوایم خلاص صلاح کنیم میگیم این فیلم نامه شعر بود، آقای مؤدب رو وقتی خواستیم خلاص صلاح کنیم میگیم که این شعری بود که از زندگی. ایستگاه ادبیات به ایستگاه زندگی آمده بود، این که با یک تلمیحی به متون ادبی ما داستان قصه طوطی و بازرگان مولانا پرداختن، این به نوعی جالب بود از این جهت که اون خاطره ها را هم همراه میکرد ولی با طرح جدیدی. من یک مصرارم که به نظرم خیلی درخشان بود، همه جا خوب بود، این یکی یک تصویر خیلی شفافی داشت، این آدم میتونست این تصویر رو ببینه انگار، و تصویری که قابل تجسم باشه زیبایه. گمانم جای طوطی در قفس یک عمر دریا داشت بازرگان. با استاد مؤدب ایستگاه و اینا رو هم نگیرید، ایستگاهمون رو نگیرید، ایستگاه و زندگی رو نگو. اتفاقا همین رو من می‌خواستم، منتها یه جور جدیدی می‌خواستم بگم، و اون اینکه از یه متن ادبی شروع کرده و از یه تمثیلی که همه ما می‌شناسیم، بله، و چطور اینو تبدیل به زندگی امروز کرده با موسیقی. موسیقی که در این زبان هست موسیقی همونجوری که اخوانیه و کمک می‌کنه به اینکه این بیاد معاصر بشه، معاصر بشه. و الا من هی داشتم در این نگاه می‌کردم، خب خیلی کمه نشانه های امروزی بودن، خاص امروزی بودنش، ولی امروزیه، کاملا امروزیه. من داشتم رازش رو پیدا می‌کردم، این با موسیقی توانسته که احترام به استاد افتخاری، موسیقی خیلی اهمیت داره و ما اینو دست کم گرفتیم. عزیزی مثل قیصر با موسیقی نیمایی خودش یه کاری کرد در نیمایی که متاسفانه هنوز هم شعرهای ما اون موسیقی رو اهمیتش رو درک نکردن، خاص بود کار و با استفاده از صنعت تکرار. یعنی قفس طوطی، قفس طوطی صنعت تکراره، اینا معاصر کرده، مدرن کرده. اینا نحوه های گفتاریه که معاصر کرده اون متن رو، و الا بعضیا میرن بی سلیقه هم اون متن رو میگیرن و با موسیقی کهن فایده نداره، نمیتونن زندگی در به ایستگاه زندگی نمیتونن. استاد فیض نمیرسه، بله، به اون شاعر رفته سراغ یک ردیفی مثلا، که نه یک مثلا مطلبی که از در شعر گذشته دیگه، اینکه توجه به ادبیات گذشته، گذشته در ذهن شاعر است، بود بازرگان او را طوطی، به هر حال اونجا وزن میبینی خیلی هم کمه، کوتاست وزن، ولی دنبال اون نرفته که فرض کن مثلا اینا که ما نقیزه میخوایم بگیم میریم نقیزه میگیم، رفته اتفاقا برخلاف اون سراغ یک وزن خیلی بلندتر. و اول آدم فکر میکنه که خب این مطلب گفته شده، چی میخواد شاعر بگه؟ خب گفت اون یه چیزی گفته، تمثیل، داستان، هر چیه، فهمیدیم چی شد، ولی میبینیم شاعر انگار به بهانه اون میخواد تفسیر نمیکنه اونو، اون ماجرا رو تفسیر، اون همه میدونیم، انگار به بهانه اون میخواد ظرفیت زبان امروز چه برخ بکشه، نگاه متفاوت خودش رو با زبان امروزین، همون مطلب رو انگار مثلا برای انسان امروز، حالا من اینو چه جوری بگم. و خود این خیلی خوبه که در این حال به زیاده گویی هم آدم نیفته و این بازی ها و به قول معروف اجراهایی که اینجا هم شده زیباستون، آخر به این پژواکی که انگار این صدای همچنان قراره در جهان و هستی بپیچه که همینجور قفس طوطی، قفس طوطی، قفس طوطی، انگار این داستان همیشه انسان هست که باید ادامه داشته باشه. بسیار قشنگ بود، خیلی خوب. ولی شاید در تطبیق این بر خودمون، چون قراره که این طوطی من باشم، تو باشی، و هر کسی خودش رو اونجا ببینه، یه خورده در واقع این انطباقه 100% نباشه، یه جا برای بست بیشتری فکر میکنم که باشه. این تکراری هم که گفتی، ولی گوش و ولی چشم و ولی دست و ولی پا داشت بازرگان، این ولی ها از نظر نحوی کاملا از نظر کاربرد طبیعی زبان غلطه، ولی انقدر اینجا خوب آزار میده مخاطب رو که درست نشست، یعنی اینجا از اوناست که غلطش درسته، اصلا این میخواد آزار بده مخاطب رو و ملال بیاره. استاد افتخاری، بله سر. طاووس را بدیدم میکن پرخیش، گفتم مکن که پر تو زیبا و بافرست، بگریس زار زار و مرا گفت که حکیم، آگه نه ای که دشمن جان من این پرسته، آخفل ای دوست، آی آخفل ز
زنهار صد کافی بر خلق دل مبند، دل بر خدای من که خلاق اکبر است، دل بر خدای من که خلاق اکبر است. طاووس را بدیدم میکند پر خویش. یا علی، طاووس آمد پر. شما رو در پایان این رقابت هم بر همین میدان همین صحنه خواهیم دید، ببینیم چه اتفاقی میفته. سپاسگزارم. درود بر علیزاده. متشکرم. رجب علیزاده کاشانی، شاعر دوست داشتنی و با سواد و توانمندی از کاشان. روایتی متفاوت از طوطی و بازرگان، سرکار خانم یوسف. بله، شعر بسیار زیباشون رو شنیدیم. نظر داورها هم نظر خیلی موافق و مساعدی بود. شعرخوانیشون مثل همیشه زیبا بود و منتظریم که نتیجه رو اعلام کنند و ایشون یکی از دو برگزیده امشب باشن. یعنی حتما دیگه خود این عزیز علیرضای رجب علیزاده کاشانی صاحب توتی، مثل خود توتی در واقع مقلده، هرچی سرمربیش بگیم میگه بله برگزیده ایم، منتها ما منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد شد. خیلی دید 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 پیام بازرگانی. خب امیدواریم که یکی از برگزیده های امشبمون علیرضای رجب علیزاده کاشانی باشه. 3043 نام ایشون رو پیامک کنید به عنوان برگزیده سرزمین شهر. ممنون و متشکر از شما. خب علی آقای داوودی معرفی بفرمایید. بله، آقای عبدالحمید عزیز که در مرحله اول هم در واقع خدمتشون بودیم، به نظرم تنها شرکت کننده ای هستن که با شعر سپید اومدن. بسم الله الرحمن الرحیم. تو جست گرفته ای پشت این تریبون و روحت فرسنگ ها دور گلبازی می کند. من خیلی خوشحالم آقای طهماسبی عزیز از اینکه این فضای برام اینقدر صمیمیه، اینقدر بچه ها در واقع همکاران شما دارن زحمت می کشن. از شما تشکر می کنم و یه تشکر از مردم عزیز استانم که از وقتی من اومدم تو این برنامه و مطلع شدن کلی برای من انرژی مثبت فرستادن، خیلی ازشون ممنونم. و همچنین از علی آقای داوودی که ما تو انتخاب شعر خیلی بهم کمک میکنه. از همینجا هم اعلام بکنم عزیزان بیننده، دوستداران سرزمین شعر، دوستداران شعر قند پارسی، این هنر اصیل ایران زمین، اگر شعر عبدالحمید به دلتون نشست، عبدالحمید انصاری نژاد، انصاری نسب، نام عبدالحمید انصاری نسب رو به 3043 پیامک کنید. امیدواریم ببینیمتون در مرحله بعدی. توکل به خدا. دعوت میکنم از آخرین شاعر امشب از خطه جنوب. ما امشب از افغانستان داشتیم، از دلیجان در مرکز ایران شاعر داشتیم، بعد رفتیم کاشان. یه خورده اونورتر کاشان و حالا میریم به جنوب ایران. بندر عباس عزیز و دوست داشتنی و زیبا و اون دریای بی نظیر از گروه جناب آقای دکتر علی داوودی دعوت میکنم از یک شاعر نوسرا سپیدسرا جناب آقای عبدالحمید انصاری نسب که برای ما شعر بخونه. ما منتظریم صحنه رو بهتر کنی، با دلبریات به آتیش بکشی یک بار دیگه. سلامت باشی، توکل به خدا، انشالله که هرچی مصلحت و خیره پیش بیاد. انشالله امیدواریم. من همراهیش میکنم در به سمت اجرای برنامه. در پناه خدا شما با ما همراه باشید. سرزمینش شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام
خدمت همه شما بزرگواران. یک معلم شاعر عبدالامی در بندر عباس باستاب شعرخوانی قبلی چی بود؟ خیلی خوب بود. من کلی روحیه گرفتم از دیشب تا از اون روز در واقع شرکت مخصوصا برنامه که پخش شد. خدا رو شو خیلی خوب بود. یعنی همه مردم اونجا الان علاقات موزون بندری میکنن؟ الان بندری میرسن. سرکنگی. آره. من خیلی... یه چیزایی دیدم در فضای مجازی و حس کردم خیلی همشهری هایی خیلی که... ازشون متشکرم. حالا شما صحبت کردی، از همشون متشکرم همینجا که لطف داشتن واقعا به من و خیلی انرژی. کاش با لباس بندری و جنوبی هم آمده بودی. باش با یه لوگو اینو اگر رفتی بالا حتما باید اونجوری بیایی. انشالله خدا کمک کنه. خیلی ممنونم. خب بشنویم. شما کلمات مرا ندیده اید، از گوانتانامو گریخته به گوری دست جمعی ریخته اند، توی حلبچه سوخته اند، و عدالت پای افغانستان است که می رود روی مین، محمد و دوره است که پخش می شود روی زمین، و دل پیرو پشت میله های پیراهنش پیر می شود. اینجا دهکده جهانی است، ما برای یوونتوس کف می زنیم، و خلیج موهای تو که باز می شود چه فرق می کند آندره آقا سیب می خورد یا ما کف می کنیم. تو فکر می کنی شیوخ عرب پسته های خندان ما را برای چه می خرند؟ امروز به اتوبوس یوونتوس که فکر می کردم ادواردو آنیلی از چهره ام پیاده شد، و این که می بینی نیلیم دارم به خلیج موهای تو و بازهای عرب فکر می کنم، به زانتیای آبی که قرار است خواهرم را با خود به دریا ببرد، به ماه 14 ساله که پخش می شود از ماهواره خانه ما، دارم به گونه های تو و گونی های شنی فکر می کنم. بچه های علی تشنند، بچه های زهرا تشنند، الله اکبر یا مهدی. دارم فکر می کنم به سیب قبل از جنگ، به جنگ قبل از سیب، به فانوس فارس روی خلیج موهای تو، و سگها که پارس می کنند این وقت شب توی کمربندی، یک نیمه سیب به من بدهید و هوای کوچکی می خواهم آدم باشم. آفرین. خیلی قشنگ. خیلی قشنگ. بله، یک نیمه سیب به من بدهید و هوا و یک کوچکی میخواهم آدم باشم. خیلی استاد قزوه شعر خیلی خوبی بود. دل پیرو و وقتی پیر میشه پشت میله های پیرنش، عدالتی که پای افغانستان روی مین میره، گریزهایی که زدید تو فعل ها، یک دفعه مثلا از گوانتانامو گریخته به گور دست جمعی ریختند، نشون میدی کسانی آمدند و دخیل شدند و این اتفاقو دارن رقم میزنند. سه بار شما از خلیج موهای تو استفاده کردی و در یک جا همراهش فارس آوردی. ما شاعران ایران یادمون باشه هیچ وقت واژه خلیج رو بدون فارس استفاده نکنیم، هرچند شما اینجا به فانوس فارس روی خلیج موهای تو در سومین بار اشاره میکنی، ولی بعد سگها که پارس میکنن، کلمه پارس رو اینجا نیارید، به احترام پارس و پارسی زبانان این کلمه رو حذف کنید. به نظر من خیلی شعر خوبی استاد مؤدب. استاد کاظمی باش، نکنه همون حرفای شما رو من گفتم. نه خیلی خوب. این من فقط یه تصویر رو میخوام بگم که امروز به اتوبوس یوونتوس که فکر میکردم ادواردو آنیلی از چهرم پیاده شد. اینها ظرفیت های خاص این نوشره که دریغه که کم بچه ها شعره سپید میگن، و اگر هم میگن شعر سپید خوب مثل استاد فیض. بچه های میناب و بندر عباس تو این فضا شعر زیاد من ازشون دیدم. این غلام آقای امینی و این آرماد. خیلی از بچه ها تو این فضا شعرهای خیلی خوبی میگن. یعنی یک جریان خوبی تو بندر عباس من اخیرا دیدم. یه روزهای این جریان شعر مال گچساران و نمیدونم اهواز و اونجاها بود، الان جریان شعر بندر عباس خیلی تو شعر سپید
جریان متعهدیه. بچه های عبدالحمید هم دیگه. آره بچه های انجمن شعر هستن. آره جریان بسیار مثبت و پاکیه. بله. آفرین. این فضا کار پیشی داره. اشاره به جای استاد. بزرگتر هم که اشاره بسیار به جای استاد فیض. ما همیشه نگاهمون به شعر سپید یا شعری که حالا با قالب‌های کهنه نیست، یه مقداری از نگاهمون برگرفته از اون ذهنیت کهن ماست به هر حال. یعنی هر جور نظر بدیم یه جایی مثلا یه تشبیه خوب می‌بینیم لذت می‌بریم ازش، یه جایی یک تعبیر خوب می‌بینیم. طبیعیه که این گرایش رو داشته باش شما که به هر حال اهلیت می‌خواد اینجور شعر رو دقیق بهش نگاه کرده. ولی در این حال ببین شما که اشوه‌گری‌های اینجوری رو بلدید، چه فرق می‌کنه آندره آقا سیب می‌خورد اینقدر قشنگ مثلا اون اسم رو با این سیب ترکیب کردی و این زیبا اینقدر قشنگ شده. دقیقا همین که آقای قزبه گفت، اینجا من یه دفعه توقف کردم که مثلا چرا سگ‌ها که پارس میکنن، کاش این نبود اینجا، چون اصلا نمیخواد آدم این اسم اینجا باشه به هر دلیل. حتی ممکنه بگیم که پس چی بگیم به جای این؟ خب نگیم اینو، چه لزومی که بگیم که حتما پارس هم بگیم. به هر حال اگر این نبود قشنگتر بود. تعابیر قشنگی داره. خیلی خلیج موهای تو خیلی قشنگ بود، تعابیر این شکلی که ماهواره اون دخت ماه 14 ساله که از ماهواره خانه ها پخش میشه، خب ذهن ما رو خیلی جاها میبره، خیلی ایجاز داره در فهمیدن خیلی از مطالبی که شاید بعضیش خیلی مستقیم هم نمیشه بیان کرد. من خیلی دوست داشتم اون پسته های خندان ما را. تو فکر میکنی شیوخ عرب پسته های خندان ما را برای چه میخرن؟ ما رو واقعا به خیلی فکر وامی داره که این خیلی حرف تو این مطلب است که به خیلی چیزا برمیگرده که شاید میگم بعضیش نشه به راحتی بیان کرد. استاد کاظمی نازنی، ما به یک موضوع متفاوت میخوام اشاره بکنم در شعر آقای انصاری نسب، و او نوع خواندن شعر و اجرای شعر بود که به نظر من خیلی متعادل بود. ببینید بعضی از دوستان شعرشون رو خیلی سریع میخونن، کلمات جویده جویده میشه، نمیفهمی چی گفت. بعضی هم اینقدر شعر رو میخوان با تمعنینه و آرام میخونه که آدم تو دلش میگه بابا بخوان دیگه کلمه بعدی رو بگو، اینقدر تأمل نکن. بعضی وقتا شاعر میخونه خیلی احساسی بخونه، با صدای خیلی ضعیفی میخونه و گاهی هم داد میکشه. در این میان از بین شعرخوانی های مختلفی که دیدم، در هر دو مورد شعر آقای انصاری نجب میتونه یک الگو باشه. من پیشنهاد میکنم دوستانی که این برنامه دوستان شاعر این رو به عنوان یک نمونه از یک شعرخوانی خوب در نظر داشته باشن که همه چیزش متعادل بود. همینطوره. بسیار خوب. یه نکته ریز هم من اشاره کنم، اینکه شعر سپید برای ارتباط گرفتن با مخاطب فارسی زبان و مردم میتونه متکی باشه بر بعضی آرایه‌ها و زینت‌هایی که در سنت ما در قالب‌های کلاسیک به ما رسیده، و شما این کارو کردی و این پلی میشه بین شعر نو و طبع مردم. اینجایی که مثلا میگید که همین و خلیج موهای تو که باز میشود چه فرق. ببین خود به خود کلمه فرق بله باز کردن اینجا اینجوری آوردن که چه فرق میکند. خب مخاطب لذت میبره از این، یا اینکه به ماه 14 ساله که پخش میشود از ماهواره، این در واقع ایهامی که در پخش شدن هست، چون در دو معناست دیگه، هم پخش کردن تلویزیونی و هم اون روز پخش زمین شدن، ماهی که پخش میشه، خیلی زیباست و این میتونه یه خورده آشتی بده گوش و هوش مخاطب ما رو با شعر سپید. استاد افتخاری. جوانی گفت پیری را چه تدبیر، جوانی گفت پیری را چه تدبیر، که یار از من گریزد چون شوم پیر. جوابش داد پیر نغز گفتار، که در پیری تو خود بگریزی از یا که در خیلی خوب خوب خیلی خوب به وقتی دارم عالی دستان درد نکنه. ادامه نمیدید استاد. نظامی وقتی میگه تو بودی من آواز را میشستم دیگه این تمامه. بله خیلی زیبا بگریزی از یاد حالا فرار میکنیم دیگه. بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون.
چی شد؟ خدا رو شکر، توکل به خدا خوب بود. ما کار خودمون رو انجام دادیم، انشالله ببینیم نظر داورا چی هست. خیلی ممنون علی آقا. بله، شعر خوب، اجرای خوب، خب توکل به خدا ببینیم که به کجا برسه کار. ولی خب عالی بود، برسه شعر با ویژگی های خاص خودش، هم قالب خاص، هم فضای خاصی که داشت. انشالله ببینیم که تا مراحل بعد با زیارت میکنیم یا نه. امیدوارم این لاک پشت غمگین به ساحل برسه. خیلی ممنونم از شما، سلام، توکل به خدا انشالله. خیلی ممنون، برات آرزو موفقیت میکنم. متشکرم، همچنین شما انشالله. رفیقان یک به یک رفتند، مرا با خود رها کردند، فقط همراه اول بود که با من ماند تا آخر. همراه اول، حامی سرزمین شعر. بستر خارزار من کابل، قلب پر انفجار من کابل، گریه و میز کار من کابل، جای خالی یار من کابل. خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر، آن که بالا می‌برد با نیت دیدار سر. ببینم ما قفس هر بار مردم، گوشه ای جا داشت بازرگانی. اگر این تنگ چشمی‌های تو تا به تماشا داشت بازرگانی. شما کلمات مرا ندیده اید، از گوانتانامو گریخته به گوری دست جمعی ریخته اند، توی حلبچه سوخته اند. حرف بزن، حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانی هم. در شبی که سرزمین شعر رو تقدیم کردیم به استاد محمد علی بهمنی و خودشون هم اینجا حاضر شدند و ازشون شعر شنیدیم، این چهار شاعر جوان هم از نقاط مختلف سرزمین شعر برای ما شعر خوندن، هم غزل خوندن، هم غزل خوندن، هم غزل خوندن، هم سپید خوندن، هر کار خواستن کردن. اما نتایج رو به این شکل اعلام میکنم که از میان این چهار شاعر، همون دو نفری که دو طرف وایسادن اومدن بالا، جناب آقای علیرضا رجب علیزاده کاشانی از کاشان و یه خورده این ورتر از کاشان میشه دلیجان دیگه، درست نزدیکیم به هم، جناب آقای محمد زارعی هم از دلیجان اومدن بالا. کاپ اخلاق رو هم باید بدیم به این گروه. اخلاق مال این گروه انصافا. بله، این گروه بسیار با هم. مخصوصاً آقای انصاری نصر. مخصوصاً آقای انصاری نصر. بله، معلمه دیگه. همشون البته معلمه. یاد دادی به ما خلاصه. خب، این هم از شاعرانه رو. شب خوشی دیگر در محضر کلمات زیبای شاعران فارسیگو. ول اول ول آخر. خدا حافظ، به نام خدا. بسیار خیلی بابا. در امشب برنامه سرزمین شعر دیدیم که علیرضا رجب علیزاده از گروه فریبا یوسفی، محمد زارعی از گروه محمود حبیبی کسبی، عبدالحمید انصاری نسب از گروه علی داوودی و مهتاب ساحل از گروه اسماعیل امینی با هم رقابت کردند و خواندند و خواندند شعرهایشان را، و از این میان علیرضا رجب علیزاده و محمد زارعی رسیدند به مرحله بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحمید انصاری نسب هستم از استان هرمزگان. خیلی خوشحالم، تجربه جالبی بود تو این برنامه شرکت کردم و میخوام اینجا تشکر کنم از همه هم‌استانیام که در واقع این برنامه رو دیدن و یک در واقع برنامه بود که ما اینجا بیشتر در واقع اون دوستی ها برامون مهم بود و رفاقتی که بین جمع بود و خیلی استفاده هایی در واقع خوبی بردم از این برنامه. انشالله که در واقع برای ببخشن اگه نتونستم انتظارات شما رو برآورده کنم. انشالله که حالا دوره های بعدی و موفقیت ها بعدی.